قسمت 21. با وجود اینکه به نظر می رسید حاج صمد نسبت به مارال مهربان تر شده، باز هم رگه هایی از کدورت در کلامش نمایان بود. ماه‌منیر و غزال بعد از بازگشت از حمام با شور و هیجان خاصی به تعریف ماجرای برخورد با خانم امیر تومان پرداختند و غزال به خواهرش گفت: هیچ میدونی که جیران و ملاحت با هم همکلاس بودن؟ وقتی در مورد بیماریش صحبت کردم گریه امونش نداد. حالا میفهمم من و ملاحت بارها تو مدرسه همدیگر رو دیدیم، فقط چون همکلاس نبودیم طرف صحبت نمیشدیم. در عوض توی این یک ساعتی که حمام بودیم کاملا با هم صمیمی شدیم. به این ترتیب مارال فهمید که سید خانم وظیفه‌اش رو به خوبی انجام داده و غزال که برخلاف اون زوجوش و صمیمی بود، در همون برخورد اول نظر اونها رو نسبت به خودش جلب کرده. هوا در اولین روز آغاز ماه اسفند با اونها مساعدت کرد و آفتاب داغی که از روز قبل میتابید، برف‌های یخ بسته کف حیاط، باغچه ها و تخته روی حوض بزرگ حیات را آب کرده بود. قیبلی و برادرش حکملی که در خانه طغرل خدمت می کردند، در حیات اندرونی آتش افروختند تا بره هایی را که در موقع ورود خانم قربانی کرده بودند برای ضیافت آن شب کباب کنند. برای زرین تاج فرقی نمی کرد که عروسش مارال باشد یا غزال. آنچه که اهمیت داشت این بود که او دختر حاج صمد سلطانی و در همشأن و همتراز خانواده‌اش باشد. بعد از وسوسه سید خانم و برخورد با غزال و همصحبتی با او، زرین تاج عزمش را جزم کرد که آن شب بدون اشاره به نام مارال و نشون دادن تغییر عقیدش اظهار کنه که از اول هم منظورش دختر وسطی بوده و در موقع به زبان آوردن نامش اشتباه از طرف آنها بوده که به درستی نام آنان را نمی دانستند. با وجود اینکه غزال گمان می کرد ملاحت در حمام به اشتباه او را عروس خانواده نامیده، ناخودآگاه قصد جلب نظر و خودنمایی را داشت و قبل از ورود مهمانان پنهان از چشم مادر به دور چشمش سرمه کشید. ماه‌منیر که جمله ملاحت را شنیده بود، این تصور را داشت که آنها غزال را با مارال اشتباه گرفتند و در حالی که با تعجب به حرکات او نگاه می کرد، نگران برخورد و گفتگوی آن شب بود. مارال برای اینکه خود را از تک و تا نیندازد، لباس گلدار اهدایی عشرت را به تن کرد و موهای بافتش را با گلهای مصنوعی ریز سفید و گلبهی آراست و برای به دست آوردن دل پدر که بر سر سجاده مشغول دعا خواندن برای سلامتی دختر بیمارش بود، از او پرسید: چطور آقا جان؟ میپسندین؟ حاج صمد سر بلند کرد و به چشمان درشت سیاهی که شادی در آن برق میزد نگاه کرد و نتوانست از تحسین زیباییش خودداری کند و با لحن تحسین‌آمیزی گفت: عالیه، خیلی خوشگل شدی. فقط یادت نره که نباید در نظر مردها چادرتو از سرت بندازی. مارال صدای خنده‌داری کرد و گفت: نه آقا جان، خیالتون راحت باشه. فقط با اجازه شما وقتی بعد از شام زنها توی تالار کوچیک جمع شدن، چادر رو بر می دارم تا شکل و هیکلم رو به خانواده داماد نشون بدم. حاج صمد گفت: حیا کن دختر، این چه طرز صحبت با پدرته؟ مارال نزدیکتر رفت و در کنار سجادهش زانو زد. دست او را از روی قرآن برداشت و آن را به لب نزدیک کرد و گفت: آخه خیلی دوستتون دارم. امیدوارم که منو بخشیده باشین. حاج صمد که قلب پرمهرش مالامال از عشق به فرزندانش بود، مارال را به طرف خودش کشید و پیشانی او را غرق بوسه کرد و گفت: قول بده امشب زبون درازی نکنی. آبروی خانواده‌تو حفظ کن. آرزو داشتم عروس خواهرم بشی.
ولی حالا که اونو نمیخوای، لاغر خواستگار اسم و رسم داری رو که هم شأن خانواده ما هن از دست نده. مارال گفت اگه نپسندیدمش چی؟ حاج صمد گفت مطمئنم که میپسندی. طغرل میگه که محمود پسر خوش سیما و با کمالیه. پدرت به این سادگی دختر عزیز کرده خودشو به هر کس و ناکسی نمیده. از وقتی به زنجان برگشتم کارم شده تحقیق در مورد این جوان. میگن فرنگ درس خونده، لایق و کاردانه. کم کم داشت سر و کله مهمانان پیدا میشد. مشسقر خبر ورود حاج اسد پدر حوریه را به ارباب داد. صمد از جا برخاست و به مارال گفت برو چادر سرت کن، به استقبال خانواده عموت برو. منم الان لباسم رو عوض میکنم و میام. کفش ها بود که پشت در تالار جفت میشد. سغرا در کنار در شرقی و قیبلی در کنار در غربی کفش ها را تحویل می گرفتند و به مهمانان خوش آمد می گفتند و آنها را به داخل راه نمایی می کردند. زنها قبل از ورود به سالن در اتاق وسطی چادر مشکی را از سر بر می داشتند و به جای آن چادر رنگی به سر می کردند. مهمانان خانواده امیر تومان دست جمعی وارد شدند و تعدادشان بیشتر از 30 نفر بود. مارال زیر چشمی به خواستگاری که ندیده او را رد کرده بود نگاه کرد و آنچه را که در مورد او شنیده بود تصدیق کرد. محمود خان با اندام ورزیده و چشمان سیاه گیرا و چهره مطبوعش به سادگی می توانست نظر هر دختری را به خود جلب کند. با وجود این، مارال اصلاً از اینکه او را به این سادگی به دیگری واگذار نموده بود احساس پشیمانی نمی کرد. صورت خودش را در زیر چادر پنهان کرد تا مبادا پسر امیر تومان در مقایسه غزال با او از پسندیدنش منصرف شود و نقشه او را به هم بریزد. ولی محمود خان توجهی به او نداشت و با نگاه کنجکاو و موشکافانه حرکات غزال را که زرین تاج به محض ورودشان به تالار نشانیش را داده بود تعقیب می کرد. زمانی که ستار صدای حاج صمد را شنید که در موقع معرفی او را داماد ارشد خانواده می نامید، سوزش غم و اندوه را به روی سینه احساس کرد و سر به زیر افکند. با وجود اینکه او حوصله توجه به دختر دیگری را نداشت، مادر ستار می‌کوشید تا نظر پسرش را به طرف ملاحت دختر امیر تومان جلب کند. موقع صرف غذا که شد، سغرا و شیفته سفره بزرگی را سر تا سر تالار گستردند و با سرویس چینی و غذاهای رنگارنگ از مهمانان پذیرایی کردند. بر سر سفره فقط جای جیران پرنده شادی ماه منیر خالی بود. پس از صرف شام زنها در تالار کوچک اجتماع کردند و دور از چشم نامحرمان چادر از سر برداشتند تا با خیال راحت بتوانند جواهرات گران قیمت و لباس‌های آخرین مد خود را به رخ یکدیگر بکشانند. در مقابل چشمان حیرت زده ماه منیر و ماه طلعت، خانم امیر تومان غزال را در کنار خود نشاند و برای اطمینان از اینکه دهانش بو نمی‌دهد، صورتش را نزدیک خود آورد و بر آن بوسه زد. ماه طلعت احساس خفگی کرد و با نگاه به دنبال ماه منیر گشت و وقتی او را در گوشه سالن دید که بیخیال مشغول گفتگو با حوری است و متوجه این حرکت نشده آرام گرفت. اما برخلاف تصورش، مارال زیر چشمی حرکات آنها را زیر نظر داشت و از آنچه می گذشت آگاه بود. بعد از رفتن مهمانان گفتگوهای در گوشی و پچ‌پچ آغاز شد. ماه منیر و صمد به اتفاق حوری و طغرل
در میان ریخت و پاش تالار در را به روی خود بستند تا دور از چشم دیگران در مورد ماجرای آن شب بحث و گفتگو کنند. به محض اینکه مارال وارد سالن شد، آخرین کلمه در دهانشان یخ می بست و منجمد می شد و سکوت اختیار می کردند. و او در حالی که در باطن دلش از شادی قنج می رفت، در ظاهر خود را متعجب نشان می داد. موقعی که نگاه مادرش رنگ ترحم به خود گرفت، به زحمت توانست از خندیدن خودداری کند و خوشحالیش را بروز ندهد. غزال حیرت زده بود و مبهوت و در نگاه کردن به مارال حالت شرم می کرد. چطور می شد باور کرد؟ خانواده امیر تومان با آن همه سماجت و پافشاری در خواستگاری از خواهرش دست آخر گفته باشند که از ابتدا هم منظورشان دختر وسطی بوده و ندانستن نام او باعث این اشتباه شده. مارال اصراری برای شنیدن پاسخ نداشت و بدون لحظه ای مکث رو به ماه منیر کرد و گفت: چی شده خانم جان؟ چرا اینطوری به من نگاه میکنین؟ میترسید که بگید خواستگارا به جای من غزالو پسندیدن؟ چیزی که عیانه چه حاجت به بیانه؟ خب از اول مجلسم معلوم بود که همه نگاه متوجه غزاله. بی خود این قیافه رو به خودتون نگیریم. غزال من اصلا ناراحت نیستم. خودت خوب میدونی که از اول تمایلی به این وصلت نداشتم و فقط به خاطر آقا جان حرفی نزدم. مبادا به خاطر اینکه دل خواهرت بشکنه جواب رد بدی. یا آخه چرا هیچ کس جوابمو نمیده؟ حدسم درسته یا نه؟ ماه منیر که علت تغییر عقیده خانواده امیر تومان را برخورد آنها با غزال در گرمابه می دانست و عقیده داشت که چهره محبوب، رفتار پسندیده، لحن گرم و صمیمانه او باعث این تغییر عقیده شده، بالاخره به زبان آمد و گفت: راستشو بخوای ما هنوز جواب ندادیم. آقا جانت نسبت به این وصلت با این خانواده بی علاقه شده. مارال گفت: چرا؟ چون منو نپسندیدن؟ خب دل به دل راه داره، منم اونو نپسندیدم. چه منو میخواستن چه نمیخواستن، من جوابم منفی بود. مبادا به خاطر من بهشون جواب رد بدین. حاج صمد که از شکست شدن غرور دختر کوچکترش خشمگین شده و برای پاسخ به درخواست آنها فرصت بیشتری خواسته بود، آنچنان به سرعت دانه های تسبیح را از لای انگشتانش رد می کرد که انگار عجله داشت دانه های تسبیح عمرش را به سرعت جلو براند و با صدایی که ناآرامی او را آشکار می ساخت گفت: آخه این درست نیست که در ظرف چند ساعت 180 درجه تغییر عقیده بدن. مارال گفت: چرا درست نیست؟ داماد که قبلا منو ندیده بود. دلیلی نداره حتما چون مادر و خواهرش منو پسندیدن نظرشونو بپذیره. راستشو بخواید از اینکه اونها کار منو آسون کردن خیلی خوشحالم. حاج صمد گفت: با وجود این خیال ندارم به این زودی جوابشونو بدم. فعلا عجله ای نیست. باشه بعد اینکه جیران حالش خوب شد. حالا که اونا بلغمی مزاجن باید روی پیشنهادشون فکر کنم. مارال گفت: بی خود این دست و اون دست نکنید آقا جان. شما که می گفتین اونا همتراز و همشأن خانواده ما هست. مایلید که پسرشون دامادتون باشه. خب چه فرقی می کنه که شوهر من بشه یا شوهر غزال؟ مارال رو به غزال کرد و گفت: جواب تو چیه غزال؟ با وجود اینکه پاسخ مثبت به جای زبان در نگاهش فریاد می زد، جواب داد: من فعلا قصد شوهر کردن ندارم. مارال گفت: چرا؟ هنوز به اندازه کافی بزرگ نشدی؟ غزال گفت: نه، ولی آخه. مارال گفت: آخه چی؟ میترسی قدم روی دل شکسته خواهرت بذاری؟ کی به تو گفتی که خواهرت دل شکسته است؟ حاج صمد مجال پاسخ به غزال را نداد و رو به طغرل کرد و گفت: در هر صورت من باید بفهمم از ابتدا خواستگار کدوم یکی بودن، مارال یا غزال،
یا اشتباه از طرف طغرل بوده یا از طرف اونها. طغرل گفت: باور کنین آقا جان، من خودم هم گیج شدم، کلافم، کم کم به شک افتادم که از اول منظورشون کدوم یکی بوده. در هر صورت فکر میکنم ما فعلا آمادگی تصمیم گیری توی این مورد رو نداریم. صمد سرش را به علامت تایید تکان داد و گفت: منم باهات هم عقیده‌ام طغرل. نظرم اینه که هر وقت خستگی خانم جان در رفت به تهران برگردیم و مارالم هر چی بخواد و چه نخواد با خودمون میبریمش. مارال گفت: من نمیام آقا جان. حاج صمد گفت: تو بیجا میکنی؟ ماه منیر طاقت نیاورد و به گریه افتاد. مارال دستهایش را به دور گردن او حلقه کرد و گفت: شاید به قول همه شب قسمت نبود خانم جان، شایدم عاقبت به خیر نمی شدیم. با وجود اینکه یاشار از دوران کودکی در گوشه کنار خاروبار فروشی پدرش می پلکید و به فوت و فن کار آشنا بود، هیچ وقت علاقه به این حرفه نداشت و چون فقط خود را ملزم می دانست که یار و یاور او باشد، هر وقت فرصتی پیدا می کرد به کمکش می شتافت. البته این کمک هیچ وقت از چند ساعت در هفته بیشتر نمی شد. به همین دلیل برای قفور و افخم تعجب آور بود که یاشار در ابتدای شروع کار در آن شرکت اکثر اوقات از آنجا غیبت می کرد و وقت بیشتری را در دکان می گذراند. آن روز بعد از رفتن مارال، دیگر یاشار علاقه‌ای به ماندن نداشت و با عجل مشتریان داخل مغازه را راه انداخت و کرکره را پایین کشید و راهی خانه شد. قفور با استفاده از فرصتی که یاشار برای استراحت به او داده بود، در قسمت صدر نشین کرسی نشسته بود و داشت دفتر خرید و فروش آن ماه را مرور می کرد و در طرف دیگر افخم و ریحانه نیز یک سینی پر از عدس را روی کرسی گذاشته و مشغول پاک کردن آن بودند. بازگشت بی موقع یاشار در آن ساعت روز باعث حیرتشان شد. قفور مداد را پشت گوش گذاشت و با تعجب پرسید: چی شده؟ چرا برگشتی؟ اتفاقی افتاده؟ یاشار گفت: نه آقا جان، بی خود نگران نشین، چیزی نشده. فقط دیگه حوصله کاسبی رو نداشتم، برای همینم مغازه رو بستم و به خونه اومدم. قفور با تردید پرسید: فقط همین؟ پس چرا مضطربی؟ یاشار گفت: مضطربم؟ نمیدونم، شاید. یاشار تازه در آن لحظه متوجه استراب و دگرگونی حال خودش شد. شاید آنچه میخواست به زبان بیاورد پریشانش ساخته بود. نامی که تا همین چند دقیقه پیش ادعا می کرد روزی 100 بار آن را در مقابل آنها فریاد خواهد زد، اکنون چفت دهان او را بسته بود. قفور در انتظار جواب سکوت اختیار کرد، ولی قفل زبان یاشار را با هر کلیدی نمی توان گشود.